شب یلدا باید دور هم جمع بشیم، قصه بشنویم، شعر بخونیم، تخمه بشکنیم، ولی امسال مهمونیامون هم از راه دوره. الان هم از سان فرانسیسکو آمریکا این دو مهمون ما هستن. سلام اردلان عزیز و شادی عزیز، خیلی 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 خوش اومدین به یلدای ما. سلام مارال جون، مرسی ما رو دعوت کردی. یلدای تو و بیننده های عزیز مبارک. سلام به همگی، یلداتون مبارک. برای ما چی قراره بخونید و بزنید؟ آهنگی که الان میخواییم براتون اجرا کنیم اسمش هست هنوزم، ترانه از خسرو کیانراد. ما با همراهی محمد طالانی براتون اجراش میکنیم. داستان این آهنگ و شادی خیلی بهتر میتونه براتون بگید. من 25 ساله که از ایران اومدم بیرون، آخرین باری هم که ایران بودم 18 سال پیش بود، بنابراین مثل خیلی از مهاجرهای دیگه خیلی دلتنگ ایران هستم، شهرهای مختلفش، شمال خصوصا چون زیاد میرفتیم، رستورانا، حالا فک و فامیل که جای خود دارد، ولی خوراکیا، و همیشه دلم میخواست شاعر میبودم و این احساساتی که دارم رو مینوشتم که بتونم بخونم، ولی متاسفانه شاعر نیستم. و خب همیشه به اردلان خواهش میکردم که بیا شادی همش من اصرار میکرد یه آهنگ بساز، یه شعر بنویس، آهنگ بساز روش که راجع به ایران باشه و چیزایی که آدم دلش تنگ میشه. همیشه بهش میگفتم هرچی بنویسم کلیشه‌ای میشه. چند بارم امتحان کردم ولی همونطور که فکر میکردم خیلی کلیشه بود. و حالا خلاصه یه روز یه ایمیلی برای من اومد از آقای خسرو کیانراد که شون شاعر هستن و تو اروپا زندگی میکنن، و ترانه همین آهنگی که قرار براتون اجرا کنیم، آهنگ هنوزم رو برای من فرستادن، و من وقتی خوندم زدم زیر گریه، چون دقیقا چیزی بود که همیشه تو ذهنم بود. سری زنگ زدم اردلان که خونه نبود، گفتم اردلان رسید، شعری که قراره اجرا کنیم رسید. منم دیگه سری روشی آهنگ ساختم و البته موقع ضبط آلبومی که ضبط کردیم این آهنگ تو آلبوم همین لحظه است. به یه مشکل بزرگی برخوردیم که هر دفعه میرسیدیم سر یه جمله‌ای که حالا آهنگو بشنوین توش میگه هنوز بخار بلند میشه از گاری لبو فروش. شادی میزد زیر گریه هنگام ضبط. خلاصه هی قطع میکردیم، دوباره یه تیک، دوباره قطع، دوباره تیک، خلاصه 10 تا تیک گرفتیم تا بالاخره موفق شدیم. البته امیدوارم همونقدر که ما رابطه با این ترانه برقرار میکنیم بیننده های عزیزم برقرار کنن، چون اونا بیشتری ها ایران هستن و امکان داره اون دلتنگی که ما داریم رو نداشته باشن، اونقدر این ترانه تحت تاثیر قرار نداشه، ولی به هر حال امیدواریم از این آهنگ خوشتون بیاد.